سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. بنابر گزارش هرانا ارگان خبری مجموع فعالان حقوق بشر در ایران آیت الله کازمینی بروجردی زندانی سیاسی زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شده و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. یکی از نزدیکان وی به هرانا گفته ایشان قبل از انتقال با منزل خود تماس گرفته و گفته ممنوع ملاقات شده و در حال اعزام به دادگاه ویژه روحانیت است یکی از ماموران در حین اعزام با آقای بروجردی گفته قرار است وی به زودی اعدام شود این در حالی است که آیت الله بروجردی در هیچ دادگاهی به اعدام محکوم نشده و محکومیت قانونی وی 11 سال است بنا به این گزارش دختران آیت الله بروجردی به مقابل دادگاه ویژه روحانیت رفتند ولی موفق به ملاقات با وی نشدند و به آنها اعلام شد که اعدامی در کار نیست این در حالی است که یکی از همبندیان وی در تماس تلفنی گفته با توجه به اینکه چند پیش دادستان موحدی در سلول آیت الله بروجردی حاضر شده و وی را تهدید کرده که به اتهام بدعت در دین برایش حکم اعدام درخواست می کند ما نگران وضعیت وی هستیم آقای بروجردی پس از سه بار دستگیری و بازداشت بار دیگر در سال 85 بازداشت و به 11 سال زندان و مصادره اموال محکوم شد. آیت الله بروجردی قبل از انتقال گفتگوی تلفنی با یکی از هوادارانش داشت که توجه شما را به آن جلب میکنم. من از طرف خیلی از کسانی که نگران وضعیت اخیر شما هستند میخوام چند تا سوال رو از شما داشته باشم لطفا بفرمایید اتهام جدید شما چی هستش؟ اتهام جدید ما مباع... ارهای مباعثی مغایر با اسلام سیاسی است یعنی گفتن که هر چه بحث میشه گفته میشه اتخاذ از خواه میشه اتخاذ با این حکومتی باشه و محکوم به دافتی بله چگونه از این اتهام جدیدی که اول مهر رخ داد مطلع شدید رئیسشون آمد پیش من و اعلام کرد شیخ مراهد شیخ محمد مراهد سید آبادی رئیس ویژه روحانیت آمد و اعلام کرد که تو باید محاکمه گفتم ما مناظره تلویزیونی زنده میکنیم جامعه جهانی قضاوت نه گفتن نه ما اهل مناظره نیستیم بله آیا وکیلی دارید که پرونده شما و این اتهامات جدید رو دنبال کنه؟ مطبعه ما زیادن ولی در داخل کارایی ندارن چون اینجا قانون محلیت ها داره این اتهامات اخیر در کدام شعبه و کدام دادگاه بررسی میشه؟ البته من که نمیرم من تا نرم بررسی ما همون تو و دازای ویژه روحانیت که برای حضیت و رو خونده بله دلیل وارد کردن این اتهامات به شما چیه؟ همین که باید یک قرائت باشه از قرآن برای امنیت و حکومت یک برداشت باشه از اسلام اگر دوگانه شد دیگه حاکمیت مورد تحرور قرار میده وزیر سال. دو زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر فهرستی حاوی نام 33 زندانی از چهل زندانی محکوم به اعدام را در اختیار رسانه ها گذاشتند. به گزارش وبسایت زمانه 39 نفر از این محکومان کرد و یک نفر بلوچ است. این افراد فعالان مذهبی اهل سنت هستند و در دادگاه انقلاب به محاربه اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شدند. آنان اتهامات وارده را رد کردند. بیشتر این زندانیان متولد دهه 60 هستند و اساس اطلاعات موجود فقط تیمور نادری زندانی کرد 49 سال دارد. سیامک قادری خبرنگار زندانی و اخراجی خبرگزاری جمهوری اسلامی برنده جایزه کمیته حمایت از خبرنگاران شد. این روزنامه نگار مرداد ماه 89 توسط نیروهای امنیتی و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به چهار سال حبس تعذیری، شست ضربه شلاق و یک ست هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. آقای قادری در طول دوران چهار ساله محکومیتش در زندان فقط یک بار که با چشم بند و برای شرکت در دادگاهش از زندان خارج شد هرگز درخواست مرخصی نکرد و حاضر به مکتوب کردن درخواست اف نشد. او پس از آزادی از زندان بارها از وضعیت زندان اوین و زندانیان عقیدتی و مطبوعاتی دربند انتقاد کرد. 135 روزنامه نگار ایرانی با امضای نامه‌ای به حسن روحانی از گفته های او در مصاحبه با شبکه خبری CNN در مورد انکار وجود روزنامه نگار زندانی در ایران انتقاد کرده و آن را یادآور تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند. در این نامه خطاب به آقای روحانی آمده است بر عهده شماست که به عنوان مجری و ناظر بر قانون اساسی و بر اساس وعده های خود تغییر موثری در وضع فعلی روزنامه نگاران زندانی و رسانه های کشور ایجاد کنید و از پاک کردن صورت مسئله بپرهیزید آن هم در شرایطی که بر تعداد روزنامه نگاران زندانی در دوران ریاست جمهوری شما افزوده شده است. روزنامه نگاران در این نامه گفتند کمترین انتظار ما از شما اصلاح این گفته نادرست و تلاش در جهت تحقق وعده است که در مورد رسانه ها و روزنامه نگاران مطرح کردید. آقای روحانی در مصاحبه خود با CNN گفته بود من فکر نمی کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری یا فعالیت رسانه ای دستگیر شده باشد. اظهار نظری که واکنش و انتقاد فعالان رسانه و روزنامه نگاران را به دنبال داشت. سایت انتخاب به خاطر انتشار اخباری درباره پشت پرده برخی بانک ها با شکایت دولت یازدهم توقیف شد. دستور توقیف سایت انتخاب که وبسایتی نزدیک به دولت بود توسط یک مقام قضایی صادر شده است. بیشتر مجموعه اخبار مربوط به مرد پشت پرده سیستم بانکی حمید پور محمدی و سید کازم تقوی نژاد مدیرعامل بانک سپه به درخواست دادستانی حذف شده بود. مصطفى فقیهی مدیر مسئول سایت انتخاب اخبار منتشره در مورد فیلترینگ این سایت را تایید کرده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی از دولت خواسته دقدقه پاک کردن فضای مجازی را داشته باشد و به قوه قضایی برای تحقق این هدف کمک کند. به گفته در غیر این صورت دستگاه قضایی مجبور به برخورد می شود. به گزارش خبرگزاری فارس صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی اظهار امیدواری کرده مسئولان دقدقه پاک کردن فضای مجازی را داشته باشند و به قوه قضایی برای تحقق این هدف کمک کنند تا این دستگاه مجبور به برخورد نشود. آقای لاریجانی در میان مسئولان قضایی مدعی شده دستگاه تحت مدیریتش به دنبال محدود کردن فضای مجازی نیست و امیدوار است شرایطی پیش نیاید که مجبور به این کار شود. رئیس قوه قضایی گفت از نگاه جمهوری اسلامی و قوه قضایی استفاده درست از اینترنت و شبکه های اجتماعی اشکالی ندارد ولی متاسفانه نشانه هایی از سوء استفاده از این ابزار دیده می شود. وی اظهار کرده منظورش از سوء استفاده مسائل امنیتی است و وقتی چند میلیون نفر از یک نرم افزار استفاده کنند اطلاعات آنها قابل رصد کردن است لاریجانی هشدار داده میلیون ها رفت و برگشت اطلاعاتی به خارج از کشور وجود دارد و در رسانه ها این اطلاعات منتشر می شود و باید به جهات امنیتی به این مسئله توجه شود. وی همچنین گفت قوه قضایی به همه جرایم از جمله جرایم سایبری شامل تهمت و استهجان در فضای مجازی برخورد می کند تا آن را به فضایی پاکیزه تبدیل کند. این اظهارات رئیس قوه قضایی در حالی مطرح می شود که پیش از این محسنی اجرهی معاون اول قفه غذایی اعلام کرده بود این قفه برای فیلترینگ نرم افزارهای پیام رسانی مثل وایبر واتساپ و تانگو به دولت روحانی یک ماه فرصت داده است محسنی اجرایی حتی تهدید کرده بود که اگر وزارت ارتباطات در این فرصت یک ماهه این شبکه ها را فیلتر نکند قوه قضایی خود اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد و با متخلفین از دستوران قضایی در هر ردهای طبق قانون برخورد خواهد کرد. اما محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری نیز همزمان با سخنان صادق آملی لاریجانی بعد از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت که با بررسی های مختلف به این نتیجه رسیدند که مسدود کردن شبکه های اجتماعی راه حل مناسبی نیست واعظی تاکید کرد دولت یازدهم از ابتدا بر این اعتقاد بود که این ابزارهای تکنولوژیک باید مورد استفاده مردم قرار بگیرد فائزی گفت که بارها از مردم خواستند تا خود فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی را رعایت کنند و دست به اقداماتی نزنند که باعث مخدوش شدن افت عمومی و اخلاق اجتماعی می شود. محمود واعظی از دانشگاهیان و فارغ و تحصیلان های مرتبط با نرم افزار و فناوری خواست تا به کمک دولت آیند تا با همکاری آنها بتوانند شبکه های اجتماعی داخلی تولید کنند. وزیر ارتباطات میگوید فیلتر کردن شبکه های اجتماعی تنها میل و علاقه به این شبکه ها را بیشتر می کند. او افزود روزی که ویچت مسدود شد ظرف 48 ساعت دو میلیون کاربر ایرانی فیلتر شکن روی موبایل خود نصب کردند که این پسندیده نیست مسدود کردن این شبکه ها حتی باعث می شود افراد تازه‌ای در این شبکه ها عضو شوند که قبلا کمتر از آنها استفاده می کردن. به گفته واعظی دولت به این نتیجه رسیده است که راه حل اصلی این است که شبکه های داخلی با کیفیت خوب و قابل رقابت با شبکه های خارجی تولید شوند تا مردم بتوانند با آرامش از این شبکه ها استفاده کنند. از چندی قبل بی دولت به خواسته قوه قضاییه مبنی بر فیلتر شبکه های اجتماعی باعث بروز تنش میان این دو قوه شده است که به نظر می رسد در روزهای آتی هم ادامه داشته باشد. بر اساس تجارب قبلی معمولا چنین تنش هایی با پیروزی محافظ کاران و فیلتر شبکه های اجتماعی همراه خواهد شد. دادگاهی در کنیا دو ایرانی را که ماه گذشته به اتهام ورود به خاک این کشور با پاسپورت جعلی اسرائیلی بازداشت شده بودند به دو سال زندان یا پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد این دو ایرانی 27 شهری بر ماه به زن توطعه برای انجام عملیات تروریستی توسط پلیس ضد تروریسم کنیا و در فرودگاه نایروبی بازداشت شدند هنوز نام این دو نفر منتشر نشده است مقصد این زن و مرد ایرانی کشور بلژیک بوده است تابستان سال گذشته نیز دو ایرانی به نامهای احمد ابوالفتی محمد و منصور موسوی مزنون به عضویت در نیروی قدس سپاه پاسداران در کنیا به حبس ابد محکوم شدند. محمد صادق صالحی منش استاندار قوم نسبت به خطرات فعالیت های هسته‌ای در هواشی شهر قوم هشدار داد به گفته استان قوم به خاطر قرار داشتن قرارگاه های نظامی و هسته‌ای و فعالیت های هوایی ارتش و سپاه در هواشی آن از آسیب بالایی برخوردار است این روحانی از قوم به عنوان دومین هدف دشمنان جمهوری اسلامی در ایران نام برده و گفته در این زمینه باید فعالیت های دشمن رصد شود به نظر می رسد نگرانی مد نظر سالحی منش مرکز هسته ای فردو در نزدیکی شهر قوم باشد که در عمق 90 متری سخره های سنگی ساخته شده است. یک مقام نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده طول مدت خدمت سربازی در ایران از 21 ماه به 24 ماه افزایش می‌یابد. کاهش جمعیت پسر علت افزایش زمان خدمت سربازی اعلام شده است. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد که طول مدت خدمت سربازی در ایران از 21 ماه به 24 ماه افزایش می‌یابد. موسی کمالی گفت به موجب ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی طول مدت سربازی 24 ماه است که این مدت در صورت وجود مشمول مازاد یا کم بود می تواند از سوی ستاد کل نیروهای مسلح کم یا زیاد شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی با بیان اینکه این قانون از ابتدای مهر ماه سال 94 لازم الاجراست گفت توصیه من این است که سربازان در این مدت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با اشاره به توصیه های علی خامنه ای رهبر ایران در خصوص افزایش جمعیت گفته است در این راستا تصمیم گرفتیم از اول مهر ما طول مدت خدمت سربازان متأهل سه ماه کاهش بیابد و به ازای هر فرزندی سه ماه از مدت سربازیشان کم شود آقای کمالی برای نمونه گفت اگر فردی تا پیش از پایان امسال خود را برای سربازی معرفی کرده و یک فرزند داشته باشد علاوه بر اینکه 21 ماه خدمت خواهد کرد 6 ماه کسر خدمت خواهد گرفت اما اگر از یکم فروردین ماه به سربازی برود در این صورت طول مدت سربازیش 24 ماه بوده و همچنان 6 ماه کسری خدمت به خاطر همسر و یک فرزندش را خواهد داشت وی همچنین با اشاره به بخشودگی خدمت سربازی به خاطر سن گفت که این سن تغییری نکرده بنابراین تمامی متولدین سال 55 به بعد باید به سربازی بروند کمالی همچنین به موضوع کارت معافیت فوتبالیست ها پرداخته و با بیان اینکه افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به صدور کارت های معافیت اند گفت که اوایل سال جاری موضوع کارت معافیت فوتبالیست مطرح شد که در این بین گزارش 120 نفر به دست ما رسید. به گفته وی وضعیت 26 نفر از این افراد بررسی شده و کارت معافیتشان نیز باطل شده است. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح درباره معافیت سربازی فوتبالیست ها گفت دوازده نفر دیگر هم هستند که مقررات را به بازی گرفتند و تا تکلیفشان مشخص نشود حق فعالیت فوتبالی ندارند وی از بررسی وضعیت 35 فوتبالیست دیگر نیز خبر داد گفتنی است های ایران اواسط شهریور ماه از ابطال کارت معافیت 12 فوتبالیست خبر دادند خبرگزاری مهر 17 شهریور ما اسامی این افراد را منتشر کرد و نوشت که طبق اعلام سازمان لیگ این بازیکنان به خاطر تخلف حق حضور در تیم های نظامی را هم ندارند و باید به خدمت سربازی بروند. وقوع دو انفجار در نزدیکی ای در شهر همس سوریه دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس ده تن از کشته شدگان کودکانی بودند که مدرسه را ترک می کردند. در این ها نزدیک به 60 نفر نیز زخمی شدند که حال شماری از آنان وخیم گزارش شده است هنوز کسی مسئولیت این سوء ها را بر عهده نگرفته است هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع گروه تروریستی داعش را در اطراف شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه هدف قرار دادند از میزان تلفات و خسارات ناشی از این حملات گزارشی نرسیده اما اهالی کوبانی در تماس تلفنی با دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند اجساد شماری از افراد دولت اسلامی را دیدند و دست کم یک تانک این نیروها منهدم شده است همزمان با شدت گرفتن درگیریها در مناطق مرزی شمالی سوریه دولت ترکیه طرحی را به پارلمان ارائه کرده است که در چارچوب آن ارتش این کشور در صورت لزوم اجازه عملیات در سوریه و عراق یابد و نیروهای نظامی بین المللی هم میتوانند از پایگاه‌های ترکیه استفاده کنند. اما سازمان مجاهدین خلق متهم به گلداندوزی از گورستانی در پاریس شده است. جزئیات بیشتر از ماجرای این دزدی از محمد رضا شاید خبرنگار ما در پاریس به تازگی سازمان مجاهدین خلق شورای ملی مقاومت متهم به گلدان دزدی بر سر مزار یک قبر در گورستانی در محل اقامتشون شدند که البته تحقیقات ادامه داره و ماجرا از این قرار است که یک خانم 59 ساله که به تازگی همسرش رو از دست میدهد هر روز و هر هفته یک گلدان گل در آنجا میگذاشته اما میبیند که این گلدان ها رو میشوند به ابتکار دختر جوانش یک پوس انفرماتیک در این گلدان گل به کار میگذارند با اطلاع دادن به جاندارما بعد از ده بار رو شدن گلدان مسیر حرکت این گلدان رو از طریق کامپیوتر دنبال میکنند و این گلدان گل در مغل سازمان مجاهدین خلق یافت میشود مجاهدین در برابر این اتهام میگویند که آنها یا گل رو خریداری میکنن مثل همان صبح دوشنبه یا از سوی دوستانشون به اونها داده شده است و چنین چیزی محال از طرف دیگر جاندارم ها بعد از اینکه مجاهدین میگویند این گل ها امروز خریدن به محل خرید و فروش این گل ها هم رفتن و تحقیقات ادامه دارد آقای افشین علوی سخنگوی مجاهدین میگوید که این یک توطئه است از سوی جمهوری اسلامی ایران برای بدنام کردن این سازمان جدا از اظهار نظر برای سلیقه سیاسی و راه و کار این سازمان که به هر حال تاریخ ثبت کرده است و قضاوت برای هر دو سو میسر و ممکن بعید به نظر می رسد سازمانی که چند سال پیش وقتی پلیس فرانسه به سازمان رفت و خانم رجوی برای دو سه روزی هم در بازداشت بود هفت میلیون دلار اسکناس نقل خارج از سرمایه بزاری ها و ثروت این سازمان وجود داره این سازمان بخواهد حتی اخلاقی گلدانهای گل پنج یا ده دلاری رو از سر مزار برو باید تحقیقات در این باره ادامه دارد اما حدس و گمانی هم بر این موضوع تکیه می کند که شاید افراد بیبزاعتی برای نوعی امرار معاش و دزدی این گلدانهای گل رو بر می و در بازار روز نزدیک به همین محل می فروشند و طبیعتا هر کسی می تواند این گلها رو خریداری کند موضوع گل است و گلدان. رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش انگلیس مدعی شده لندن در زمان حوادث بهار عربی نگران حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ایران بوده است در بخشی از این یادداشت در روزنامه تایمز چاپ شده ژنرال ریچاردز مدعی شده در سال 2011 خطر حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ایران 40 تا 50 درصد بود وی معتقد است اسرائیل قصد داشته برای تحریک آمریکا علیه ایران اقدام به حمله این کشور بکند جنرال ریچاردز مدعی شده وزارت جنگ اسرائیل را قانع کرده با توجه به خطراتی که حمله به ایران از لحاظ جنگ افروزی در منطقه ایجاد می کند از این اقدام صرف نظر کند به گفته نگرانی های خود را به دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس انتقال داده است باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو رؤسای جمهور آمریکا و اسرائیل برای اولین بار بعد از جنگ حماس و اسرائیل با یکدیگر دیدار کردند. نتانیاهو با تکرار بدبینی نسبت به مذاکره با ایران از اوباما خواست از همه توان خود استفاده کند تا ایران به امکان ساخت سلاح اتمی دست نیابد. نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر میبرد در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق نهایی هسته نباید به ایران اجازه دهد که در آسانی تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای قرار گیرد گزارش خبرگزاری هاکیز که صلح میان فلسطینی ها و اسرائیل تلفات غیر نظامیان در جریان جنگ غزه و برنامه اتمی جمهوری اسلامی از محورهای اصلی مذاکرات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو بوده است. آقای نتانیاهو گفت جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای هدفی مهم است که او و اوباما در این زمینه اشتراک نظر دارند. با این حال، وی از رئیس جمهور آمریکا خواست که از جایگاه رهبری خود در مذاکرات هسته استفاده کرده و مانع حتی رسیدن ایران به ظرفیت توسعه چنین سلاحی شود. نخست وزیر اسرائیل روز هفتم مهر در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل جمهوری اسلامی را خطری بزرگتر از گروه داعش توصیف کرده و گفته اگر ایران به سلاح اتمی دسترسی یابد بزرگترین تهدید جهانی خواهد بود و این چالش خطرناکتر از چند فرد مسلح بر روی واردبار هاست به افزوده بود گول دلبری های ایران را نخورید همه فریبکاری های آنها این است که تحریم ها را علیه خود هرچه زودتر لغو کنند اما هدفشان این است که هرچه زودتر به بمب اتمی برسند تا جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت نظامی افراطی تثبیت کنند گزارش خبرگزاری فرانسه حاکی است که باراک اوباما در این دیدار به آقای ناتانیاهو هشدار داد که وضعیت موقت میان اسرائیل و فلسطینی ها بایستی تغییر کند تا از تکرار جنگ امسال میان حماس و اسرائیل در غزه جلوگیری شود باراک اوباما اظهار داشت ما ناچاریم راههایی برای تغییر وضعیت موقت پیدا کنیم به ای که شهروندان اسرائیلی نیز احساس امنیت کنند اما همچنین نمیخواهیم که تراژدی کشته شدن کودکان فلسطینی تکرار شود این نخستین دیدار نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا پس از جنگ پنجاه روزه غزه میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی در ماههای ژویه و اوت بود در جریان این جنگ 2100 فلسطینی که عمدتا غیر نظامیان بودند و هفتاد اسرائیلی جان خود را از دست دادند. میزان بالای تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان خشم مقام های آمریکایی را برانگیخت. نتانیاهو در این دیدار تاکید کرد که چالش های فراوانی پیش روی آمریکا و اسرائیل در منطقه قرار دارد. به افزود دو کشور برای یافتن راه حلی به منظور استقرار یک دولت فلسطینی باید به خارج از منطقه بنگرند از جمله اینکه کشورهای عربی را درگیر این مسئله کنند اجارات آقای ناتانیاهو معید اختلافات قدیمی میان اسرائیل و دولت اوباما در مورد چگونگی حل اختلاف بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی است در حالی که آمریکا حاضر است ادامه غنیسازی اورانیوم در ایران را در حد محدود بپذیرد اسرائیل خواستار جمعآوری کلیه سانتریفیوژهای ایران است اسرائیل میگوید که کزینه اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران هم در صورت عدم برچیده شدن کامل برنامه اتمی آن کشور را مردود نمیداند جمهوری اسلامی میگوید برنامه اتمیش کاملا صلحآمیز است و در این حال خواستار بازرسی بازرسان بینالمللی از برنامه های اتمی اسرائیل می شود. قرار است مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه پنج به یک در ماه اکتبر در اروپا از سر گرفته شود. دو طرف یک تافق نامه مقدماتی برای خود ضرب العجلی تا روز 24 نوامبر برای رسیدن به یک موافقت نامه جامع تعیین کردند. در ادامه تنش ها میان غرب و روسیه ارتش آمریکا اعلام کرد تا دو هفته دیگر یگانی از نظامیان همراه با تعدادی تانک را در لهستان و سه کشور حوزه بالتیک مستقر می کند. به گزارش رویترز، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قصد دارد با این اقدام پیام روشنی در مورد تعهد خود به دفاع از متحدانش به مسکو بفرستد. ارتش آمریکا میگوید این نخستین بار پس از پایان جنگ سرد است که ناگزیر به تقویت زرهی نیروهایش در اروپا شده است. رهبران دانشجویان معترض هنگکنگی هشدار دادند در صورتی که بالاترین مقام دولت محلی این جزیره از سمت خود استعفا ندهد دست به اقدامات جدیدی از جمله اشغال چندین ساختمان مهم دولتی خواهند زد معترزین خواهان کنارگیری لونگ چون هینگ رئیس شورای اجرایی هنگ کنگ از قدرت هستند پکن اعتراضات هنگ کنگ را غیرقانونی خوانده و از تلاش های چون هینگ برای پایان دادن به این اعتراض حمایت کرده است. اعتراض ها در هنگ کنگ در پی تصمیم دولت چین برای کنترل انتخابات محلی در سال 2017 میلادی آغاز شد. وانگی وزیر خارجه چین کشورهای خارجی را از مداخله در این موضوع برحذر داشته و هشدار داده این اعتراضات یک مسئله داخلی برای چین است جانکری وزیر خارجه آمریکا خواستار خیشتنداری مقام های هنگ در مقابله با معترضین شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد جی جانسون وزیر امنیت داخلی آمریکا در بیانیه اعلام کرد جولیا پیرسون رئیس تشکیلات پلیس مخفی آمریکا که وظیفه حفاظت از رئیس جمهور این کشور را دارد در پی چند مورد اشتباهات فاحش امنیتی از مقام خود استعفا داده و استعفای او پذیرفته شده است وزیر امنیت داخلی آمریکا جوزف کلنسی را به عنوان سرپرست سرویس مخفی آمریکا تا زمان معرفی جانشین دائمی پیرسون منصوب کرد خانم پیرسون 18 ماه پیش ریاست این نهاد را بر عهده گرفته بود. روز 19 سپتامبر یک فرد معترض تا اماق ساختمان محل زندگی ریاست جمهوری و خانوادهش نفوذ کرد که حادثهی کم سابقه در نقض امنیت کاخ سفید تلقی می شود. وزیر امنیت داخلی آمریکا گفته یک هیئت مستقل درباره این حادثه تحقیق خواهد کرد. برخی روحانیون مخالف رژیم اسد در آستانه عید قربان خواستار آتشبس موقت در این کشور شدند در رویدادی مرتبط نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در پارلمان این کشور خواستار برکناری رژیم اسد شد میستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر با نزدیک شدن عید قربان در خاور میانه و با توجه به وضعیت وخیم مردم در سوریه برخی از مخالفین سوری که در بین اونها روحانیون مخالف رژیم اسد هم دیده میشه روز گذشته با صدور بیانیه در شبکه اجتماعی از طرفین درگیر در سوریه خواستار آتش بس به مناسبت ایام عید قربان شدند در این بیانیه گفته شده به منظور کاستن از رنج و ناراحتی مردم، خانواده ها، سالمندان، زنان و کودکان از ساعت شش بامداد روز جمعه تا بامداد چهارشنبه همگان رو به آتش بس دعوت میکنیم همین این نده کمپینی رو در این رابطه تشکیل دادن تحت عنوان یاری برای برقراری امنیت مردم که هدف این کمپین هم توقف چند روزه جنگ و آتش بس موقت در سوریه هستش اما شرایط در سوریه روز به روز بحرانی تر میشه حالا که ناچار به ترک خانه و شهر خودشون شدن رنج قربت و آوارگی رو باید برای مدت نامعلومی به جان بخرن ایده هم که در سوریه باقی موندن جدای از تهدیدات هر روز از سوی گروه های مختلف و دولت این کشور باید گفت که در شرایط بسیار بد اقتصادی به سر میبرن وضعیت فقر ناشی از جنگ در سوریه رو میشه در گزارش های مختلف سازمان های جهانی به خوبی دید و پیگیری کرد از عمله در این زمینی باید اشاره کرد به گزارش اخیر دو نهاد سازمان ملل متحد برنامه خاربار جهانی و سازمان غذا و کشاورزی که در بیانیه مشترکی هشدار دادن نسبت به افزایش فقر در سوریه و نیاز فوری مردم این کشور به غذا این بیانیه میگه که 6 میلیون نفر از مردم سوریه نیاز فوری به کمک های غذایی دارن و 60 درصد مردم سوریه در شرایط فقر به سر میبرن همینطور این بیانیه اشاره میکنه که این نیازها از سال 2013 به این سو دو برابر شده اما در ارتباط با تحولات منطقه به ویژه شرایط بحران زده کشور سوریه به آخرین واکنش مقامات ترکیه باید اشاره بکنم کشوری که در همسایگی سوریه حالا پذیرای 1.5 میلیون آواره سوری هستش از جمله روز چهارشنبه سال قانونگذاری جدید در ترکیه آغاز شده و پارلمان این کشور پس از تعطیلات تابستانی کار خودش رو مجددا آغاز کرده روزهای پرترافیکی رو هم پشت سر میگذاره به ویژه در مورد های منطقه ولی در نخستین روز کاری پارلمان ترکیه میزبان آقای رجب طیب اردوغان بودن که در سخنرانیشون ایشون یک بار دیگه به ویژه به وضعیت کشور سوریه اشاره کردن و بار دیگه خواستار برکناری رژیم اسد شدن چرا که آقای ارغان معتقد این رژیم و عملکردش مشخصا عامل اصلی ایجاد های تروریستی چون داعش در منطقه بوده آیا روان در سخنرانی روز چهارشنبه خودشون در پارلمان ترکیه همینطور گفتن که درسته که ما با کشورهای دیگه در مورد مبارزه با تروریسم همکاری میکنیم اما هدف اصلی باید برکناری رژیم اسد باشه و ما تنها سرگرم این طرحهای موقت نمیشیم ایشون گفتن اولویت اصلی در شرایط فعلی برای ما بازگشت یکونی میلیون آواره سوری هست که روزی باید سرپناهی در کشور خودشون داشته باشند پیشتر هم آقای اردغان به ویژه به این موضوع تاکید کرده بودند که تنها متمرکز شدن بر روی داعش مشکل تروریسم در منطقه رو حل نمیکنه و در این مسیر نباید رژیم اسد و اقداماتش رو فراموش کرد اما آخرین خبر اینکه بعد از گسترش مواد مخدر در میان مردم و افزایش امور رو به رشد معتادان این بار خبری از افزایش مصرف مواد مخدر در بین فوتبالیست های لیگ برتر منتشر شده است. وبسایت پیام نو در گزارشی به روند روبرشت مصرف مواد مخدر در میان فوتبالیست ها با هدف کاهش وزن منتشر کرده است. یکی از پزشکان تیم لیگ برتر در خصوص افزایش مواد مخدر در بین بازیکنان گفته است بازیکنانی که استعداد چاقی دارند و با توجه به نزدیک شدنشان به سن و سال بازنشستگی طاقت انجام تمرینات پرفشار و سنگین را ندارند برای سر وزن نگه داشتن خودشان از ماده مخدر شیشه استفاده می کنند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.